پدر، بهتر نیست کمی اینجا استراحت کنیم؟ موافقم. صدای آب به گوش میرسد. مکان مناسبی برای اتراق است. درسته. همینجا اتراق میکنیم. بیایید. پدر، داستان زندگیت را بگو. خب شما خود بهتر می دانید. شما هم با من بودید. خب از زمانی بگویید که ما با شما نبودیم. باشد، پس از اول شروع می کنیم. از گوش دادن به شما لذت می بریم پدر. داستانهای شما از زندگی واقعی است. می گویند با خدا رو در رو سخن گفتی. زمان ناراحت کننده ای بود. فرعون دستور کشتن نوزادان پسر عبرانی را داد که کمتر از 2 سال داشتند. نه، بلند کنید، نبریدش، نه، او را به من بدهید. آدم های پس، او فقط یک بچه هست. شما انسان نیستید، فرزندم را به من برگردانید. عزیزم، میدانم چقدر ناراحتید، میدانم مجبورید این کار را بکنید. دخترم مریم، کاش میفهمیدید. عجله کن، زود باش. صدای چیست؟ ممکن است حیوان وحشی باشد بانویم. نه، صدای گریه نوزاد است. برو اون نگاهی کن. بانویم، این یک نوزاد عبرانی است. ببینید؟ پدرم دستور داده نوزادان عبری را بکشن. میگوید که قدرت عبرانیان زیاد شده. ببینید چقدر زیباست. نام تو از حالا موساست. از آب گرفته شده. او موساست. برای آن است که او را از آب گرفتید بانوی من؟ بله، از آب گرفته شده. ممکن نیست بتوانید او را نگه دارید. نگهش میدارم. او مال من است. موسا، بچه معجزه و عذاب گرفته شده. موسا
تو دختر کوچک بیا. تو این نوزاد را میشناسی؟ دختر بیا از ما نترس. او را میشناسی؟ میخواهی مادرم به اون شیر بدهد؟ بله، صدایش کن. بانویم، شما نمیتوانید این نوزاد را از فرعون بزرگ مخفی نگه دارید. مخفی نمی کنم، او پسر من است، موسی، فرزند معجزه. رود نیل را به من داد، رود حیات. در خدمتم. برای شیر دادن به او مزد میگیری؟ بدهیدش به من بانویم. قول میدهم خوب نگهداریش کنم. شما باید خیلی خوب و راحت بزرگ شده باشید پدر، چون ترموتس عاشق شما بود. شاید 5 سال نزد مادرم بودم، در قصر فرعون به عنوان شاهزاده بزرگ شدم، اما کارهای برادرانم در جوشن مرا ناراحت میکرد. بیا عجله کن، تو دیگر چه نوبرده ای هستی؟ کجاست؟ لای عرفزار است. باشد، همه به کارهای خود برگردید. هرگز دیگر مردان مرا شلاق نزن، شنیدی؟ موسی، تو مشکلات زیادی اینجا به وجود آوردی. باور نمی کنم که تو بهتر از این بردگان باشی. تو را نیز با این شلاق خواهم زد. با کشتن آن مرد چه احساسی داشتی؟ درباره آن قبلا چیزی نگفته بودید. وقتی دیدم نمیتوانم اوضاع را برگردانم، تا شب از ناراحتی گریستم و روحم اسیر آنچه کردم شد. از کاری که کردی هنوز هم ناراحتی؟ آن مرد پیر مرد ضعیفی را میزد. ای کاش راهی هم به جز کشتن آن مصری وجود داشت. شاید این قتل برای ما خیر بوده. هیچ خیری در کشتن نیست. و فرعون چه کرد؟ سربازان را به همه جا فرستاد برای یافتنم. او سر مرا میخواست. موسی، چرا به اینجا آمدی؟ آنها را به اینجا هدایت خواهی کرد. کافیست مریم. موسی، حالت خوب است؟ خوبم. تو باید بروی موسی. با بودنت در اینجا ما هم در خطریم. در قصر فرعون مانند زنبور همه به دنبال قاتل آن مرد مصری هستند. فرعون سر او را می خواهد. نمی دانم چرا آن کار را کردم. یک مرد را کشتم. باید از مصر بروی موسی. یوکابت، لوازمش را آماده کن. باید هر چه زودتر بروی پسرم. من غمگینم. شما را به خطر انداختم. درسته موسی. ما را در موقعیت بدی قرار دادی. برای این واقعا متاسفم. پیرمرد ضعیفی را میزد و من نتوانستم سکوت کنم. چرا اینطور صحبت میکنی مریم؟ رفتار آنها باعث این کار شد. باعث قتل؟ نگران نباش پسرم. خداوند ابراهیم و اسحاق و یعقوب با تو باشد.
موسا. اول ما عذاب استفاده میکنیم. بیا صفوره، ما بعد از آنها آب میگیریم. چرا همیشه زور میگویی بدوین؟ نوبت ماست. صفوره؟ کی به من بله خواهی گفت؟ هیچ وقت. هرگز آن را از من نخواهی شنید. صفوره، من تنها مردی هستم که میتوانم تو را رام کنم. تو میخواهی مرا رام کنی؟ از سر راه هم دور شو. رهایش کن، مزاحمش نشو. منظوری نداشتم، بازی میکردیم، فقط با او شوخی میکردم. دور شو. با صفور مادرت ازدواج کردم و در سرزمین مدیان 40 سال ماندم. چه بر سر خانواده در مصر آمد؟ خبری از آنها و مصر دریافت نکردم و سعی هم نکردم از آنها چیزی بدانم. چرا پدر؟ من در کنار مادرت و پدر بزرگت یترون زندگی آرامی داشتم و بعد تو به دنیا آمدی.